سال 2004 من لیسانس نقاشی رو گرفتم دانشگاه آزاد، بعد بلافاصله اومدم روم. روم خیلی جا عجیبیه به خاطر اینکه یواش یواش توی تو اینجوری ریشه میدونه. طولانی مدت که توی این فضا زندگی میکنی میفهمی که زیبایی شناسیت معیارات بر مبنای این قضیه عوض شده. تک تک اینایی که میبینی وارد ذهنت میشه، بعد یه جایی همه اینا وارد کارت میشه. 2005 که من توی روم بودم سعی کردم استودیو بگیرم، سریع شروع کنم به کار کردن، سریع وارد فضای هنری اینجا بشم، مثلا کیوریتورها رو بشناسم، گالریدارا رو بشناسم. تا اینکه سال 2007 بود که با یه آرتیستی آشنا شدم به اسم ویکتور پیزانی. ببین همیشه نقاشی خونده بودم ولی بزرگترین عقده زندگی مجسمه سازی بود. بعد وقتی من با ویکتور آشنا شدم میدم ویکتور نه نقاشه نه مجسمه سازه، بلکه ویکتور مثل یه کارگردان میمونه. من نقاشی میکنم، طراحی میکنم، عکاسی میکنم و من در واقع یه مجسمه ساز مولتی‌میدیام تحتش و در واقع فضا رو به من میدی و من برای تو به یک معنایی بهش میتونم بدم. ۲۰۱۶ بود، بعد یه پیشنهادی بهم شد برای یه اینستالیشن توی حیات موزه های معاصر از طرف یه بنیادی که بعد خب حالا اون پروژه مثلا انجام نشد تا اینکه یه سال نیم بعدش اون تقریبا به بهترین پروژه هم تبدیل شد. اسم پروژه ایساجسیس بود. ایساجسیس در واقع کلمه کاتولیکه، برعکس کلمه اگزجسیسه. اگزجسیس یعنی در واقع اون تفسیری که میگن که چجوری باید این متن رو بخونی، ولی در واقع برعکس اون میشه ایساجسیس، یعنی که در واقع تو بحران‌های شخصی تو، مشکلات تو، قومیت تو، گرایشات و هر چیزی رو با خودت که داری با همه اونها یک برداشت شخصی از اون متن انجام میدی. حالا تو بیانو گسترش بده به فضای تصویری، بیانو گسترش بده به تصاویر مذهبی، به تاریخ هنر و شروع کن برداشت های شخصی خودت رو خارج از قالبی که عرف انجام بدی و در واقع بتونی از تغییر دادن یه موضوع، یه فرم، یه آرکیتایپ اون رو انقدر در واقع باهاش بازی بکنی که شاید به ضد خودش نزدیکش بکنی. یه کاری بود که با زنجیر کار کرده بودم، یه سری فرم جیومتریکال بود، اون وسطش یه سری زنجیر مثل گردنبند و ایزون بود و بعد اینا همشون اومده بود رسیده بود به یه دونه لنگر. اگه خب این کار هر که در وهله اول اگه لنگر رو نگاه نکنی شبیه کاملا یه صحنه BDSM میمونه، ولی بعد وقتی که نمیان میرسن تو اون لنگره قضیه فرق میکنه، یعنی دوگانه یه داستان سر اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی با یک اعتقاد کاتولیک بتونه نگاه بکنه به این کار، لنگر و زنجیر نشونه شهادت در واقع پاپ سوم مسیحیت که در واقع یه حلقه میزن گردنش رو وصل میکنن به لنگر رو تو دریای کریمه میزنش که بمیر. این دوگانگی بودن داستان بر من همه اینا خیلی جذاب بود دیگه. من نمیتونم نه خودم از فضای هنری ایران جدا کنم نه از فضای هنری روم مثلا جدا بکنم. فکر میکردم که خب این همه المانی که درون من زنده است، این همه المانی که مثلا من استفاده میکنم چه توی اینستالیشن ها، چه توی طراحی ها، چه توی مجسمه ها، اینا مثلا یه حال بینابینی داره دیگه همشون، یعنی نه متعلق به این ورن نه متعلق به اون ورن، یه جوری توی سرزمین بی جایی این المان ها به هم دیگه آمیختن و توی یه بی زمانی دارن با هم زندگی میکنن.
برای یه پروژه‌ای یه دونه پلی کار کرده بودم که الهام گرفته بودم از الهه نوت توی مصر. نوت الهه شبه، روی روز پل میزنه، از معاشقه روز و شب زمان به وجود میاد. ایده رفت جلو تا به اینجا رسید که من فکرم احتیاج دارم که یه دیواری درست بکنم از تمام الهه های دوره معاصر زندگی خودم، این از دخترهایی که همه دوستای منن و هر کدومشون به نوعی مشکلات اجتماعی که همون با هم گذروندیم، اساطیری که داریم، مهاجرتی که داریم، همه اینا رو هر کدومشون به شکلی نشون میدن. یکیشون هست به تو مشخص که خیلی برای من اهمیت داره، سه تا المان رو من با هم تلفیق کردم. در واقع توی رحم دختری چرخه، بعد دور تا دورش یه دروازه شیرهاه، در واقع خیلی المان هندی ایرانیه. اون چرخه هم که خب خیلی المان هندو ایرانیه، ولی وسطش یه ساعت شنیه. وقتی بالای ساعت شنی یه دونه پروانه میذاری، میشه به طور خیلی مشخص فرقه کاپوچینی که باور دارن به اینکه زمان مثل پروانه در حال گذره، پس زندگی تو لذتشو ببر.